فساد خودش محصول نابسامانی هاست و به همین دلیل هم به نظرم تا زمینه های اصلاح این نابسامانی ها در جامعه فراهم نباشه، امکان حل مسئله فقط با شعار و یا با تبلیغات سیاسی نه تنها درست نمیشه، بلکه همینطور که آمارهای شما هم نشان میده و نااطمینانی و بی‌اعتمادی مردم رو بیشتر میکنه. من تو این مدت استاد دانشگاه هستم، 37-8 سال دانشگاه دارم کار میکنم، مشکل روزمرمون موندیم، چطوری میشود که این سرمایه های عظیم رو بچه فلان کسک نمیم دوتا کشتیشو فقط تو کجا بگیرند و 70 تا میگن کشتی داره و حالا اینا ممکنه دروغ باشه اصلا همش هم از بیخ، ولی هیچ کسی نمیاد بپرسه که چه بوده. ولی یه چیزایی که میتونه خیلی اطمینان بخش باشه واسه مردم حداقلش این است که آقا شما چقدر درآمد داشتید، این درآمد رو کجاها خرج کردید و یه بیلانی لااقل به مردم بدن و بعد هم جزئیات بیشترش اگه مردم خواستن، محققین خواستن، این امکان باشه که دسترسی داشته باشن. این مهم نیستش که حقوق آقای کیک مثلا بهش چقدر دارن حقوق میدن. در طول این سالها ما یه زاویه‌ای داریم، یکیش انتظارات مردم از نظامه، یکی واقعیت‌ها. این همینطور داره از هم فاصله میگیره، یعنی الان این واقعیت‌ها با انتظارات تقریبا یک اختلاف خیلی معناداری گرفته. با اینکه شما اگر به نظام اسلامی که دیگه الگوی ما حکومت امیرالمومنین هست نگاه بکنید، ببینید حضرت بالغ بر نزدیک به 200 تا یا 200 و خورده نامه حضرت در نهج البلاغه دارن، بخش عمده این به کارگزارانشونه و اتفاقا در حوزه فساد. یعنی ما هر چه سرمایه اجتماعی رو به اصطلاح کاهش بدیم، از اون طرف باید منتظر باشیم فساد بیشتر میشه. و چرا مثلا، حالا عذرخواهی میکنم من اهلش نیستم، ولی بالاخره بعضی از چیزها در اسلام خیلی عجیبه. میگه تو اگه یک گناه خیلی بزرگی هم کردی، بدون که راه توبه بازه. چرا قرآن اصرار میکنه که هرچی گناه بزرگی کردی توبه خدا میپذیره؟ چون فقط کافیه به تو اینو به اصطلاح یه جوری به تو تفهیم که تو اگه گناه بزرگی کردی دیگه هیچی، تمومه دیگه، طرف گناه بزرگتری میکنه. یعنی تو اگه مثلا تخمه و دزد شدی، بهت بگن آقا دیگه تو دزدی دیگه کار تمومه، بعد شطور دزد میشی و بعد کشور دزد میشی، همین تو میری تا بالا. آدم ها خیلی سهم دارن و این اگر فرد آدم کلن فاسدی باشه میتونه خیلی سوء استفاده کنه، آدم فاسدی هم نباشه میتونه خطاهای بزرگ بکنه. بالاخره بشر خطا میکنه، ما داریم الان خطا مثلا انجام، من نمیخوام وارد بحثای چیزی بشم، اون خطایی که عرض کردم یه نفر میاد انجام میده، 260 هزار میلیارد تومان دولت رو کسری بودجه براش ایجاد میکنه. خب یه نفر مگه حق داره همچی کاری بکنه؟ متاسفانه بله. یعنی هیچ دادگاهی نمیتونه آقا رو محکوم کنه. چرا؟ چون میگه شما تو قانون من اختیار دادید، خب منم یه اختیار امضا کردم، الان چی چه مشکلیه؟